با شروع فصل چهارم سریال بویز دارید متوجه میشید که اتفاقات عجیب غریبی داره پیش میادش ولی خب مهمترین اتفاقاتی که داریم میبینیم مربوط میشه به اون مسیر داستانی جدیدی که با بوچر پیدا کردیم بوچری که دیدی توی قسمت چهارم این فصل یه قدرت عجیب غریبی هم پیدا کرده خودش هم نفهمید که اصلا چه اتفاقی افتاده این علامت سالی که برای خودش به وجود اومدهش مطمئنم برای تمام مخاطبایی هم که داشتن سریال رو تماشا میکردن هم به وجود اومده و میتونه سالهای مختلفی رو توی زنشون بذاره اینکه که بوچر قدرتهای جدیدی پیدا کردی یا اون قدرتی قدیمیش برگشتن یا یعنی اینکه سرطانش الان دیگه درمان شده اون موجودی که توی وجودش بود از بدن ایستاده بیرون و داره میره دنبال کارهای شیطانی خودش و اینکه اصلا چرا داره بیکار میبینه دیدن بکار داره چی و بهمون نشون میده این حالتی هم که دیدیم یه لحظه تصویر سیاه شد بعدش بلند شد و متوجه نشد که چه اتفاقی دور برش افتاده بدون شک شما رو یاد مون نایت میندازه The whole world is about to burn. درود به همگی من شاینم هم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم تو بررسی خود این قسمت بهتون یه چند تا تئوری دادم یکی از اون تئوری‌ها این بود که ممکنه که یه نفر اصلا از بیرون به بوچر کمک کرده باشه یه نفر مثل ویکتوریا که میتونه یه نفر رو منفجر بکنه چون اتفاقی که اینجا برای زیکل افتاد دقیقا این بود که دیدیم اون منفجر شد و دو تیکه پاره شد و هم همین طرف طرف پخش شده بودش ولی بیایم به این موضوع مقداری بهتر نگاه بکنیم چند تا تئوری جدیدتر رو در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم اگه بیایم به اتفاقاتی که بوچر داشته حرفی که در انتهای قسمت هم زد نگاه بکنید میگه من چهار ماه پیش اومدم از اون سروم وی که دست فرانچی بود به خودم تزریق کردم این داره به اون نشون میده که تا قبلش به خودش وی موقت میزده بعدش باعث شد که حالا اون بیماری رو بگیره اون سرطان و اون توموری که توی بدنش هم در حال حرکت کردنه و اون حرکت زمانی اتفاق افتاده که دیدیم که به خودش از اون ویام هم زده پس داره نشون میده وی دائمی که به خودش تزریق کرده بدون شک باعث این شده که سرطانی که توی بدنشه قدرت پیدا بکنه به نظر میرسه که اون موجودی که توی بدنش داره میچرخه که از بدن اون به عنوان یه میزبان هم داره تغذیه میکنه در از شاید اون قدرت سوپ بودنه رو اون تونسته جذب خودش بکنه حالا اگه بیایم به این تئوری نگاه بکنیم که وقتی که بوچر حالا ویروز زده قدرت های خودش رو بیدار کرده شما میدونید که بوچر هر بار که اومد یه موقت به خودش زد یه سری قدرتهایی رو به دست آورد که قبلا هم داشتین که دیدیم از چشش میتونست لیزر بزن قدرت بدنیش هم بالا رفته بود و اینجا هم اگه قرار باشه دو مرتبه قدرتی توی وجود بوچر بیدار بشه دقیقا همون قدرت هاییه که داشته اینجا داریم چند تا نکتر متوجه میشیم شاید با اینکه دارید میبینید ایزکیل منفجر شده و همه جا پخش شده بود به این فکر بکنید که احتمال داره که بوچر با لیزر چشمیش این کار رو انجام داده باشه ولی اگه لیزر زده بودش مطمئنا دورور این محلی که دو شد یه جایی میسوخ و متوجه میشد که مثلا این کابینه در و داغون شده به حال اون لیزری که استفاده میکنه از اون طرف رد میشه و که پشتش هستم میسوزونه پس از لیزر استفاده نکرده در کنارش باید به یه نکته دیگه هم نگاه بکنیم قبلا هم بهتون گفته بودم وقتی که یه نفر بهش این ویروس تزریق میکنه و تبدیل به یه سوپ میشه قدرتش نسبت به آدمای معمولی بالاتر میره ولی وقتی که با یه سوپ دیگه درگیر میشه اگه نگاه بکنه از نظر قدرتی تقریبا برابرم به جز موارد خاصی که داریم یعنی مثلا هوملندری که دارید میبینید خب قدرتش خیلی بیشتر نسبت به سوپای دیگه است این اساسا هم داریم ولی معمولا خودشون وقتی این وی بهشون تزریق میشه قدرتشون چند مله بالاتر میره و تو این پلهایی که داره بالاتر حرکت میکنه نسبت به یه آدم معمولی خیلی بالاترن نسبت به سوپای دیگه حالا بستگی به قدرتایی که دارن این قدرت بدنیه و نظر فیزیکی تغییر میکنه اینجا حالا باید بیایم یه نکته هم نگاه بکنیم حتی اگه بوچر اونو با مشتم زده باشه این منفجر شدنی یه مقداری عجیب غریبه بازم پس میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم که ممکنه که بوچر حتی قدرت جدیدتری هم پیدا کرده باشه ولی بیایم یه مقداری توی لحظه آخر به صورت بوچر نگاه بکنیم تو اون لحظه‌ای که داره خفه میشه و بیکار میبینه که حالا جلوتر در مورد بکا با بیشتر صحبت میکنیم اگه نگاه بکنید توی اون لحظه اون کرمی که توی بدنش بود حرکت میکنه میاد سمت سرش و میرسه به چشمش یعنی جایی که میتونه از توی بدن اون بزنه بیرون ممکنه که تو اون لحظه آخری که دیدیم و این اتفاق براش افتاد اون از توی بدنی زده باشه بیرون مثل ونومی که توی بدن میزبان خودش و نمیخواد میزبان رو دست بده شاید اون کسی بوده که زده ایزیکلو منفجرش کرده و اون در و داغون شده اونجا دیدیمش حالا دیدن بکا توی لحظه آخری که بوچر داشت دخلش میمد چی داره به ما نشون میده خب در مورد بکا با هم دیگه صحبت کردیم متوجه شده که اصلا این یه توهمیه که اون داره میبینه چون کاراکتری که ما میدونیم که مرده و بچه هم در مورد این صحبت کرده بودن که بازیگرش هم عوض شده نه بازیگرش عوض نشده همون بازیگر قدیمی خودش هم هستش نکته مهمی که اینجا باید بهش نگاه بکنیم اینه که بوچر وقتی به کارو میبینه که احساس میکنه دیگه کارش تمومه و داره به یه سمتی حرکت میکنه که ممکنه این مسیر اشتباه شه درست وقتی دو دل میشه اونو میبینه اون یه طورایی مثل اون وجدانشه که میادش و اونو بیدار میکنه توی مسیر درستش میذاره مثل وقتی که دیدیم حالا مثلا داشت به بچه های بویس خیانت میکرد به سمت ویکتوریا حرکت میکرد ولی دیدیم توی لحظه آخر به کار اومد نظرشو عوض کرد این اتفاق هم از زمانی براش پیش اومد که این وی موقته رو به خودش زد اون سرطانی که داره توی بدنش بیدار شد اون تومور اومد و این بیماری باعث شده که اون توهم بزنه حالا اگه دقت بکنید بکا همینطوری برای خودش این طرف اون طرف پیداش میشه بدون اینکه هیچ توضیحی هم بخواد بده وارد اتفاقات داستانی برای بوچر میشه یه نفر دیگه هم داریم که دقیقا توی سریال داره همینطوری وارد میشه اونم اگه بیایم بهش دقت بکنیم متوجه میشید که جفری دی مورگانی که برای این فصل به سریال اضافه شده و داریم میبینیم که نقش جو هم داره بازی میکنه دقیقا همینطوری اضافه میشه دوست قدیمی بوچر که با همدیگه دیگه هم من بودم و خب تو اتفاقاتی هم که افتاده میبینه که کلی خاطره مشترک دارن در کنارش جو خیلی اطلاعات زیادی در مورد بوچر میدونه اطلاعاتی که توی زن بوچر هم فقط هستش این داره بهمون نشون میده که احتمال خیلی زیاد جویی هم که داره میبینه شاید یه توهم باشه و اینطوریه که داره دوتا تا کاراکتر مختلف و میبینه بکای میبینه که سعی میکنه اونو به سمت مسیر درست حرکت بکنه جویی که داره میبینه اونو داره به یه سمت حرکت میکنه که بتونه تبدیل بشه به همون بوچری که هستش همون بوچری که قسمت تاریک وجودمونه اینجا الان میتونیم بیایم به این موضوع نگاه بکنیم که این اتفاقی که داره پیش میادش خیلی شبیه به کاراکتر نایته مارکی که دیدیم دو تا کاراکتر داشت یکی که خیلی معمولی و ساده بود یکی هم اون که بودش که حسابی هر کاری که دلش میخواست انجام میداد و برای خودش یه قاتل حرفه‌ای بودش پس اینجا ممکنه که یه سری الهاماتی از اون داستان گرفته باشن و یه همچین قدرتی هم برای بوچر درست کرده باشن حالا ما مرگ جو رو ندیدیم ولی این حرفی که در مورد زده شد و صحبت که با هم دیگر کردن شاید داره نشون میده که این اتفاق برای جو هم افتاده شاید اون همون 11 سال پیشی که داره صحبت میشه مرده باشه و بوچری که داریم یعنی به خاطر همون مریضی که داره سرطانی که داره و اختلالاتی که توی مغزش به وجود اومده که میتونه بکار رو ببینه داره جورم میره و متوجه نیستش که چه اتفاقی برای اون پیش اومده توی صحنه ای هم که دیدیم از هوش رفت و وقتی که بلند شد دید اونجا ذکر منفجر شده و در و داغون شده ممکنه که این جوه اومده باشه و این کارو انجام داده باشه یه مقداری هم اگه بیایم نگاه بکنیم متوجه میشید که جوی که توی ذهن اون داره میادش خب سن و سال بیشتری هم داره نسبت به بوچر و این احتمال وجود داره که شاید تو همون اتفاقات گذشته اون یا مربیش بوده یا استادش بوده این کارایی که اصلا یاد گرفته شاید از جو یاد گرفته باشه کاراکتری که خیلی مشکوکه و خیلی هم یه دفعه وارد اتفاقات میشه تا الان هم ندیدیم اصلا با کاراکترهای دیگه هم صحبت بکنه خودش هم تکی بخواد بره کاری انجام بده دقیقا اتفاقات شبیه به اتفاقاتی که داره برای بکا هم پیش میاد به خاطر اینکه اون یه توهم احتمال این وجود داره پس جو هم یه توهم باشه و هر دو توی ذهن بوچر باشن یکی مثبت یکی منفی حتی یه جای زخمی روی صورت جو هست که دقت بکنید بهش ممکنه که اصلا با بوچر درگیر شده باشه و بوچر با همون میله معروفی هم که داره به اون ضربه زده یا شاید هم با چاقو تو سر اون ضربه زده باشن این جای زخم هم یه مقداری جای سوال داره مطمئنا تو ادامه روند ماجرا داستان میاد و این موضوع رو برای اون باز سر میکنه حالا که در مورد این تومور و سرطان با هم صحبت کردیم یه نکته دیگه هم اینجا بهتون بگم که خوبه که بدونید توی اسپینافی که انیمیشنی بود در دنیای بویز پخش شد توی قسمت هفتمش یه جایی بود که یه پیرزنی بود که سرطان و داشت و در حال مرگ بود شوهرش را وی اوورد و بهش تزریق کرد با تزریق کردن وی به بدن اون باعث این شد که سرطانی که توی بدنشه رشد بکنه و قدرت پیدا بکنه در از اون سرطانه تونست وی رو به خودش جذب بکنه جهش پیدا بکنه و تبدیل به یه موجود زنده بشه اینطوری بودش که توی روند اتفاقاتش حتی یه جایی از توی بدن اون پیرزانه بیرون میزنه و تبدیل میشه به یه موجود کاملا مستقل که کلی هم دردسر درست میکنه ولی خب خود پیرزنم با اینکه سرطان از بدنش بیرون اومده بود قدرتم به دست آورده بود و تبدیل به یه یسوع شده بود این ممکنه که اتفاقی باشه که برای بوچر هم پیش اومده باشه اگه دقت بکنید توی اتفاق آخری که داریم بوچر رو توی کوچه میبینیم دیگه نیومدن به ما حرکت اون کرمه رو توی بدنش نشون بدن ممکنه که اونجا از سوی بدنی زده باش بیرون ازیکل و ترکونده باشه و رفته باشه دنبال کار خودش و قرار قرارش در آینده و ادامه مسیر دردسر درست کنه و بوچری هم که داریم میبینیم شاید تونسته باشه یه سری قدرت های سوپی رو به دست بیاره و اون سرطانش هم در از درمان شده باشه حالا اگه اون موجود زده باشه بیرون که میتونه تبدیل بشه به یه ویلنی که انتهای این فصل اینا رو حسابی درگیر میکنه و بویز مجبورن که جلوش رو بگیرن شاید برن سراغ همون ویروس که سوپا رو از بین میبرد بیان ازش استفاده بکنن تا داخل اونو بیارن تا بقیه مردم و آدمایی که اصلا از بین نه برای اون کرمی که حالا زده بیرون یا یعنی اینکه ممکنه که هنوز توی وجودش باشه بعد ببینیم که چی رو میخوان بهمون نشون بدن اگه هنوز توی بدنش باشه احتمالا میخوان یه رابطه مثلا ونو و ادی اینجا بهمون نشون بدن اونم تو بدن بوچره و هر موقع که نیاز باشه میادش رو بهش کمک میکنه خود قدرت گرفتن بوچر هم یه اتفاق خوب میشه به خاطر اینکه هوملندری که داریم مینیم یه مقدار قدرت های بیش از اندازه داره بوچر اگه قدرت پیدا بکنه یه تعادلی بینشون برقرار میشه یه نکته دیگه هم که در موردشون وجود داره اینه که هر دو گذشته تاریکی رو داشتن این قسمت در مورد گذشته هوملندر متوجه شدید این اتفاق برای بوچر هم پیش اومده بود دیگه شما می‌دونید میدونید زندگی خوبی نداشت موقعی که سن سال کمی داشت پدرش هم اونا رو اذیت و توی مسیر قرارشون داده بود که مسیر جالبی نبود این اتفاق برای هوملندرم پیش اومده میشه گفت تقریبا گذشته شبیه به همون تاریک داشتن و اینکه بتونه قدرت پیدا بکنه بوچر میتونه به نشون بده که هر کسی که گذشته تاریکی داشته دلیل بر این نیستش که در ادامه مسیر به خود آدم بدی بشه و به این سمت حرکت بکنه که بقیه رو آزار بداله حالا که داریم این کاراکتر خاکستریه ولی خب توی مسیر قرار گرفته که آدم های معمولی ها که نمیزنه بکشه از اون ببره و به سمت دیگه حرکت میکنه تا بتونه جلوی سوپا رو بگیره این اتفاق میتونه بیادش یه مقداری مسیر ماجرا رو جذابترش بکنه و بهمون حتی درگیری های بیشتری بین هوملندر و بوچر رو نشون بدن چون بتونن با هم دیگه مبارزه بکنن هم دیگه رو بزنن خیلی جذابیت و هیجان ماجرا رو بالاتر میبرن و رایانی هم که داریم میبینیم میتونه تبدیل بشه به یه قسمت مهمی از زندگی بوچر که میتونه اون قسمت خوبش رو بیدار نگه داره و به سمت منفی بودن و به سمت اینکه حتی تبدیل به یه کاراکتر مثل جو بشه حرکت نکنه یه نکته دیگه هم در مورد جو بهتون بگم تیم سازنده در مورد این موضوع صحبت کرده بود که جویی که دارید میبینید مثل یه بوچر میمونه یا در اصل یه بوچر دیگه است و این جمله داره نشون میده که ممکنه که جویی هم که میبینیم یه توهمی باشه که توی ذهن خوده بوچری که از همین چیزام هم خبر داره در مجموع اینم تمام نکاتی بودش که میشد در مورد اتفاقی برای که برای بوچر افتاده و تئوریایی که میتونیم بگیم با هم دیگه صحبت بکنیم امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی اگه نظر و تئوری توی زنته اینکه قراره قرار چه اتفاقی برای بوچر بیفته این که اصلا تبدیل به یه سوپ میشه یا اینکه سرطانش درون درمان میشه یا اینکه قرار همین سرطان و این وی کردن کردنهای مختلف خودش اونو تبدیل به یه موجود وحشتناکی بکنه که بعدا حتی بویزم به درد سر به نظر حتما داخل کامنت ها برام بنویسی و لایک و سو زنگولم که یاد نره فعال بکنی اینطوری میتونی محتوای جدید دسترسی بده بکنی و بیای توی کانال ویدیو جدید و تماشا بکنی این ویدیو رو هم براتون سرم اینجا که در مورد تمام اجداهایی که قرار توی رقص اجدها ببینیم با هم دیگه صحبت کردیم که میتونی بریم ویدیو رو هم تماشا بکنی و دیگه حرفی هم و تا ویدیو بعدی بدرود